بچه این همون رستورانیه که گفتم. اون پوفیوزی هم که تو شاره کار میکنه آشپز اصلی این رستوران چند سال پیش کرد بیرون و خودش شد همه کاره. اصلا آشپز هم نیست یارو. از اون روز به بعدم داره همه غذای خوشمزه رو میده به غریبه ها و غذای بدمزه رو میده به ما. مردم این شهر روز به روز دارن گشته تر میشن. بی شرف دارن خواهر مادرمون هم اونجا بیگاری میکشه. حروم زاده. لا اله الا الله. خدا لعنتش کنه. البته بگم ها، ایراد از آشپزه است. اگر دستور پخت واقعی تون رستوران اجرا میشد، الان این وضعیت نبود. داداش حالا میگی چیکار کنیم؟ خب معلومه دیگه، باید بریم رستوران ازش بگیریم. صاحب اصلی اون رستوران ما مردمیم. همه باید بتونن از خدمات این رستوران به طور مساوی استفاده بکنن. اجازه بدید یه خود صدا اینو. داداش یه چیزی بگو بگنجه. میریم اونجا میگیریم کشتمون یارو. سگ داره، اسلحه داره، مگه دیوونه شدیم؟ والا راست میگه، منطقی نیست اصلا. اگه تنها بریم آره، ولی اگه سه نفری بریم مجبور تسلیم بشه. اون سگاش هم الکی واق واق میکنن. بعدش هم اگه نمیخوایم رستوران آزاد بشه، غذاهای خوشمزه بخوریم، باید دونگمون رو بدیم دیگه. آزادی که همینجوری مجانی نیست. میخوایم بشینیم نگاه بکنیم این بیشرف کل رستوران رو نابود بکنه، یا نکنه منتظر یه بیریشه دیگه بیاد اینجا رو تصاحب بکنه. آقا حق مطلب همینه. من یک ساعت الان دارم به تو چی میگم. آره به خدا، تو همین الان شیف بودم. ببین مثل سگی با همون رفتار میکنه بیشتر. حالا اومدم خونه خالم اینا، یکم حالم عوض بشه. آره کیانم هست از دست تو. ببین من که جوابم مثبته، نمیخوام عجله کنم، حالا دنبال یه موقعیت مناسبم، میخوام سورپرایزش کنم. رامین جان این کابینتیه چی شد؟ گفتی بیاد کارشو تموم کنه؟ آره دیگه، گفتم بهش بهت زنگ بزنه دیگه. نظری یه هفته دیگه. فردا بهت زنگ میزنم. باشه ماما. آقا یه دو دقیقه تو رو خدا ساکت باشه، بذار کیان برامون بخونه دیگه. چرا حرف میزنی؟ آقا ما چه گناهی کردیم با شما فامیل شدیم؟ الان حتما میخواد کیان بخونه، ژاله هم بلندشه برقصه. علی گیر نده تو رو خدا. تو رستوران که نمیذارن نفس بکشیم. بذار اینجا راحت باشیم. کیان جان بخون. چشم میخونم. کیان جان حداقل یه چیزی بخون ما بتونیم گوش بدیم داداش. مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار. با خودمون یه کاری بکنیم دیگه. خیلی خوب کیان جان، تو برو، ما مثل کوه پشتتیم. فقط یه علامت بده رسیدیم اونجا. آقا من همین الان به خانوادم خبر دادم که اگه اتفاقی افتاد در جریان باشن. علی تو هم که گفتی بهشون، کیان کاش که تو هم یه آمار به خانوادت بدی. خدا رحمتشون کنه. پدر مادر کیان وقتی خیلی بچه بوده به رحمت خدا رفته. ای بابا داداش به خدا شرمنده نمیدونستم. نداره اشکالی نداره. شما خانواده منی، تو علی دقیقا. مردم این شهر خانواده من هر. وقت نداریم. من رفتم. برو داداش، ما هواتو داریم. به به، دوست دخترم بلیط کنسرت خواننده مورد علاقه‌مو گرفته. ببینم چه روزیه، فقط خدا کنه با بازی پرسپولیس استقلال همزمان نشه. برادر جان یه خورده وجدان داشته باشید، با مراعات حال ما هم بکنید. ملت عزادارن، محرم ناسلامتی. داداش هنوز یه ماه مونده به محرم، شما از الان رفتید پیشواز؟ آخه این چه حرفیه میزنی برادر من؟ چون یه ماه مونده به محرم من بزنم برقصم هر کاری دوست دارم بکنم؟ آخه خداییش وجد. صدای شلیک بود؟ یا امام زمان، یارو داره دنبالش میکنه، چیکار کنیم؟ من چه میدونم چیکار بکنیم؟ یا خدا چه غلطی کردی؟ وای 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 رامی بدبخت شده. شاله جان سلام، میدونم انقدر گرفتار و خسته ای که احتمالا وایس منو گوش نکن. کاش میتونستم یه کاری بکنم مجبور نباشی تو اون رستوران لعنتی کار کنی، ولی حیف که دستم خالی و پشتم هم خالی تر. ببین راستش بایست دادم بهت یه چیزی بگم، فقط خدایش بهم نخندی. چند شب پیش خواب دیدم من و تو توی باغ رویایی کنار هم آزاد و خندون بودیم، هیچ غمی هم نداشتیم. تو هم داشتی با دخترمون بازی میکردی، یه دختر خوشگل و مفرفری مثل خودت، یه خانواده شاد و آزاد، چیزی که همیشه حسرتشو داشتم. نمیدونم، احتمالاً اونا بهت راجع به حسی که بهت دارم گفته. راستش خواستم خودم بهت بگم، روم نمیشون خجالتی بچه‌مون. فقط امیدوارم تو هم همه حسو به من داشته باشی. مراقب خودت باش. شما خانواده منید، تو علی، مردم این شهر خانواده منن.